درود همراهان انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس می خواهیم عبارت ها و جملات بسیار کاربردی با لغت مهم و اساسی تل رو با هم کار کنیم و با هم مرور کنیم و با هم تمرین کنیم و به این لغت ها و عبارت ها مسلط بشیم و از اونها در انگلیسی روزمرمون استفاده بکنیم دوستان توجه داشته باشید اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید برای دریافت کلیپ های آینده و درس های آتی کانال انگلیسی مثل آب خوردن میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و با فشردن آیتم نوتیفیکیشن جزء اون دسته از عزیزانی باشید که کلیپ ها به محض انتشار یافتن در جریانشون قرار بگیرید و بتونید از اونها در جهت تمرین و استفاده خودتون بهره ببرید بسیار خوب بپردازیم به جملات و عبارت های بسیار کاربردی با لغت و فعل اساسی و پرکاربرد tell در انگلیسی tell me Tell me. Tell یعنی گفتن و می یعنی مرا یا به من. Tell فعله و در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره. Tell me. به من بگو. مثلا اون چیزه رو به من بگو. بسیار خوب دوستان روش تمرینیمون به این صورته که الان خدمت شما عرض میکنیم. در این درس و نه تنها در این درس در کل درس های انگلیسی آب خوردن هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید. دلیلش چیه که ما اینقدر تاکید میکنیم بنویسید در قسمت کامنت نوشتن مثال ها و عبارت ها و جملات در قسمت کامنت بیانگر این است که شما جسارت و جرأت بیان یک لغت یا یک عبارت یا یک جمله در عموم و بین کلی آدم رو دارید و همین باعث خواهد شد که رفته رفته اعتماد به نفس شما بره بالا خجالتی که در شما وجود داره از بیان یک جمله در دنیای واقعی از شما زدوده بشه و بتونید در دنیای واقعی هم یک عبارت یا یک جمله رو بیان کنید مشکلی که بسیاری از زبان آموزا با اون درگیرن و نمیتونن یک جمله رو در دنیای واقعی بیان کنن و میان میگن آقا ما چرا رشد نمی کنیم آقا ما چرا اسپیکینگمون خوب نمیشه دلیلش اینه برای اینکه بیان نمی کنید و وقتی که شما این جملات رو عبارت ها رو در قسمت کامنت نوشتید حالا باید برای خودتون بیان بکنید با صدای رسا از روش بخونید و وقتی که با صدای رسا خوندید صدای خودتون رو ضبط کنید با دستگاهتون با موبایلتون و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون و تلفظتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و اون رو رفع بکنید روش طبیعی یادگیری توسط یک کودک که زبان مادریش رو یاد میگیره هم دقیقا به همین صورته و وقتی که شما یه مدت این کار رو انجام بدید قطعا رشد بسیار عالی در یادگیریتون و بیانتون و سپیکینگتون خواهید داشت پس هر جمله رو در قسمت کامنت با هم می نویسیم و با صدای رسا تکرار می صدای خودمون رو زبط می کنیم و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه میکنیم تا اشتباهاتمون رو بتونیم پیدا کنیم حال جملهمون و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم tell me به من بگو tell me tell me tell me why Tell me why. Tell me یعنی به من بگو فعل tell در ابتدای جمله اومده و ساختار امری داره. Tell me به من بگو. Why یعنی چرا. Tell me why. به من بگو چرا مثلا به من بگو چرا فلان کارو کردی یا به من بگو چرا فلان حرف زدی Tell me why به من بگو چرا Tell me why Tell me why مام told می Mom told مام یعنی مامان تولد گذشته فعل بیقاعده تل پس تل یک فعل بیقاعده است چجوری متوجه شدیم بیقاعده است؟ چون وقتی که در زمان گذشته داره بیان میشه و در اینجا که به صورت گذشته داره بیان میشه شکلش عوض میشه تل میشه told پس told گذشته یه فعل تله یعنی گفتن در زمان گذشته می مرا یا به من مام یعنی مامان مام told me مامان به من گفت مثلا اون چیزه رو مامان به من گفت شما میپرسید کی گفته بهت و طرف میگه مام تولد می told مامان به من گفت مام تولد می مام تولد می I won't tell I won't tell I یعنی من won't مخفف یا تغییر شکل یافته will not. یعنی در زمان آینده ساده و به صورت منفی. I won't پس میشه مخفف و تغییر شکلی یافته I will not. یعنی من نخواهم یه کاری رو انجام بدم. چه کاری؟ Tell. گفتن. I won't tell. یا I will not tell میشه من نخواهم گفت. اون چیزه رو مطمئن باش. I won't tell. من نخواهم گفت. I won't tell. I won't tell. Tell Dad Why Tell Dad why. tell یعنی بگو در ابتدای جمله اومده ساختار عمریه یعنی بگو به کی؟ به Dad. Dad یعنی بابا why؟ چرا؟ Tell Dad Why به بابا بگو چرا مثلا به بابا بگو چرا فلان کار انجام دادی یا فلان حرف رو زدی Tell Dad Why به بابا بگو چرا Tell Dad Why تل آس مور تل مور فعل تل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه آس یعنی به ما یا ما را تل آس یعنی به ما بگو مور بیشتر تل آس مور به ما بیشتر بگو تل آس مور تل آس مور Who told Mori? Who told Mori? Who یعنی چه فردی یا آن که چه فردی told told گذشته ی فعل تل و همونطور که گفتیم یک فعل بیقاعده است و در زمان گذشته میشه told Who told چه کسی گفت به کی Mori به Mori Who told Mori چه فردی یا کی به موری گفت؟ مشخصه که مثلا اون چیزه رو شما داری میپرسی کی به موری گفت؟ Who told موری؟ چه فردی یا کی به موری گفت؟ Who told موری؟ Who told موری؟ Do not tell me. Don't tell me. Do not یعنی یه کاری را انجام نده و در ابتدای جمله اومده فعل کمکی به صورت منفی برای امر کردن در حالت منفی که میگیم نه Don't tell نگو می به من یا مرا Don't tell me به من نگو اون حرفه رو به من نگو به من نگو که خودم میدونم مثلا Don't tell me به من نگو Don't tell me Don't tell me I told a joke. I told a joke. I told گذشته I tell یعنی من گفتم در زمان گذشته و told گذشته فعل بیقاعده tell I told یعنی من گفتم چی گفتی؟ A joke Joke یعنی جوک یا یک فکاهی I told a joke من یک جوک گفتم آفرین بر شما که یک جوک گفتی جملهمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم برای اینکه بهش مسلط بشیم I told the joke من یک جوک گفتم I told the joke I told the joke I told you so. I told you so. I told یعنی من گفتم you به تو so so در اینجا به معنی اینچنین یا اینطور یا آنطور I told you so من اینطور به تو گفتم طرف میگی که کی به من اینطور گفت؟ بعد شما میگید I told you so من اینطور یا اینچنین به تو گفتم I told you so I told you so I will tell Mori. I will tell Mori. I will یعنی من خواهم یه کاری رو انجام بدم ساختار آینده ساده است tell گفتن I will tell یعنی من خواهم گفت به کی موری به موری I will tell موری من به موری خواهم گفت اون چیزه رو من به موری خواهم گفت بهتر تعلق نباشی ولی خب I will tell Mori. من به موری خواهم گفت. من و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم با هدف اینکه بهش مسلط بشیم یک بار برای همیشه یادش بگیریم. I will tell Mori. من به موری خواهم گفت. I will tell Mori. I will tell Mori. I will tell you. I will tell you. I will برای بیان ساختار آینده ساده. I will من یک کاری رو انجام خواهم داد کدومو. Tell. I will tell. من خواهم گفت. به کی؟ You. به تو. I will tell you. من به تو خواهم گفت. جمعه اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار می تا خوب مسلط بشیم. I will tell you. من به تو خواهم گفت. I will tell you. I will tell you. Tell me again. Tell me again. Tell در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بگو می به من یا مرا Tell me به من بگو Again دوباره Tell me again دوباره به من بگو اون چیزه رو دوباره به من بگو باشه من دوباره بهت میگم در قسمت کامنت همین عبارت و همین جمله و نه تنها این عبارت و همین جمله کل عبارت ها و جملاتی که در این درس داری یاد میگیری رو بنویس با صدای رسات تکرار کن تا خوب یاد بگیری جملمون عبارتمون اینه با هم می‌نویسیم و تکرار میکنیم tell me again دوباره به من بگو tell me again tell me again we won't tell We won't tell. We won't مخفف وی will not یعنی ما نخواهیم کاری رو انجام بدیم کدوم کار tell گفتن we won't tell ما نخواهیم گفت اون چیز رو نخواهیم گفت دهنمون قرص دهن شما هم قرص باشه به هیچ کس نگید این حرفو به جاش تو قسمت کامنت همین جمله و همین عبارت رو مینویسیم و تکرار میکنیم تا خوب مسلط بشیم we won't tell ما نخواهیم گفت We won't tell. We won't tell. Can I tell Mori? Can I tell Mori? Can I حالت سوالیه یعنی آیا من یه کاری رو میتونم انجام بدم کدوم کار tell گفتن can i tell آیا میتونم بگم چی رو به کی به موری Can I tell Mori? آیا میشه اون چیز رو به موری بگم؟ فقط به موری بگو چون راز نگه داره. البته رازی که از دهان خارج شد دیگه راز نیست. اولین کسی که بگید به نفر بعدی ممکنه بگه. Can I tell Mori? آیا میتوانم من به موری بگویم؟ Can I tell Mori? tell Mori? Nobody told me. Nobody told me. Nobody یعنی هیچ فردی. Everybody یعنی همه یا anybody یعنی همه. Nobody یعنی هیچ کس. Told گذشته فعل tell. پس nobody told هیچ کس نگفت به کی می به من یا مرا nobody told me هیچ کس به من نگفت که بیام اونجا شما مهمونی داشتی منو دعوت نکردی بعد شما میگه هیچ کس به شما نگفت بعد شما میگی nobody told me هیچ کس به من نگفت nobody told me هیچ کس به من نگفت nobody told me nobody told me Please tell me. Please tell me. Please یعنی لطفاً tell گفتن حالت امری می به من یا مرا Please tell me لطفاً به من بگو من رازتو نگه میدارم به من بگو کجا بیام چی کار بکنم Please tell me لطفاً به من بگو Please tell me Please tell me tell everybody tell everybody tell یعنی گفتن در ابتدای جمله اومده یعنی بگو everybody یعنی همه هر فردی تک تک افراد tell everybody به همه بگو ما در انگلیسی مثل آب خوردن داریم انگلیسی رو مثل آب خوردن به همه آموزش میدیم به همه بگو tell everybody به همه بگو tell everybody tell everybody tell me a joke tell me a joke tell me یعنی به من بگو a جوک. یه جوک یک فکاهی tell me a joke برای من یک جوک بگو منتظریم که یک جوک بگی شما جوک بلدین؟ پس tell me a joke برای من یک جوک بگو tell me a joke tell me a joke tell the truth tell the truth tell گفتن در ابتدای جمله بده است امریه یعنی بگو the t-h-e برای اشاره به اون چیز مشخص که داره در موردش صحبت میکنه truth یعنی حقیقت tell the truth یعنی حقیقت رو بگو اون حقیقتی که من میخوام و به هم بگو دروغ نگو tell the truth حقیقت را بگو tell the truth tell the truth Time will tell. Time will tell. Time یعنی زمان well برای بیان آینده ساده تایم will tell tell یعنی گفتن تایم will tell زمان خواهد گفت گذر زمان مشخص میکنه این یه اصطلاح خیلی کاربردیه و طرف میگه فقط گذر زمان مشخص میکنه این مسئله رو تایم will tell گذر زمان خواهد گفت یا گذر زمان مشخص خواهد کرد time will tell time will tell Do not tell them. Don't tell them. Do not یعنی انجام نده. Tell گفتن. Don't tell یعنی نگو. به کی؟ Them. به آنها آنها را. Don't tell them. به آنها نگو. اون چیزه را که اتفاق افتاده به اونا نگو. دهنت قرص باشه. جمعه اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم. Don't tell them. به آنها نگو. Don't tell them. Don't tell them. I must tell Mori. I must tell Mori. I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم ناگزیرم باید یه کاری رو انجام بدم کدوم کار؟ tell گفتن I must tell من باید بگم به کی؟ به موری موری I must tell موری من باید به موری بگویم من راضی با موری ندارم هر چیزی که اتفاق بیفته بهش میگم شما هم بگید در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسات تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید I must tell موری من باید به موری بگویم I must tell موری I must tell موری i will never tell i will never tell i will برای بیان آینده ساده i will never never یعنی هرگز i will never من هرگز یک کاری رو انجام نخواهم داد کار tell گفتن I will never tell. من هرگز نخواهم گفت. اون چیزه رو هرگز نخواهم گفت. دهنم قرصه. شما هم دهنتون قرص باشه. در سکوت و خفا تلاش کنید و اجازه بدید که موفقیتتون به بقیه اثبات بکنه و نشون بده که چقدر پیش رفتید. I will never tell. من هرگز نخواهم گفت. I will never tell. I will never tell. Let me tell Mori. Let me tell Mori. Let me یعنی اجازه بده به من یا بگذار یه کاری رو انجام بدم. کدوم کار؟ Tell گفتن. به کی؟ Mori. Let me tell Mori. بذار من به Mori بگم. شاید تونست کمکمون کنه. Let me tell Mori. بگذار من به Mori بگویم. Let me tell Mori. Let me tell Mori. No one can tell. No one can tell. No one یعنی هیچ فردی. One یعنی یک و در اینجا یعنی یک فرد. No one یعنی هیچ فردی. کن میتواند tell. بگوید. No one can tell. هیچ کس نمیتونه بگه. دقیقا مشخص نیست. این هم یه اصطلاح بسیار کاربردیه. نه تنها این مورد، بلکه کل جملات و عباراتی که تو این درس خدمت شما تقدیم میکنیم و در کل در کلیپ های انگلیسی مثل آب همشون کاربردیان، همشون در دنیای واقعی داره استفاده میشه. پس عزیز دلم اگر میخوای یاد بگیری جملات رو در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفس و جسارت خودت بنویس و با صدای رسا تکرار کن. جملهمون اینه با هم در قسمت کامنت می و تکرار می No one tell. هیچ کس نمیتواند بگوید. No one tell. No one tell. tell. me who, is she. Tell me who is she. Tell me, یعنی به من بگو هو چه فردی یا آن که است شی او او خانم Tell me who is she. به من بگو او یه خانم کیه. حالا یه خانمی رو دیدی بعد از طرف میپرسی به من بگو او کیه. اینقدر که دل ما رو برده اون کیه. میگی Tell me who is she. به من بگو او کیست. Tell me who is she. Tell me who is she. Tell me, she. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Tell me یعنی به من بگو about درباره یا در مورد yourself خودت مال خودت tell me about yourself به من در مورد خودت بگو مثلا با طرف قرار گذاشتی بعد به شما میگه tell me about yourself به من در مورد خودت بگو به من بگو بیشتر بشناسمت تا رابطه رو بتونیم پیش ببریم tell me about yourself به من در مورد خودت بگو tell me about yourself Tell me about yourself mother did not tell me mother didn't tell me mother, یعنی مادر did not برای منفی کردن از فعل did در زمان گذشته و در حقیقت گذشته فعل دو استفاده کرده did not یعنی یه کاری را انجام نداده کی mother, مادر مادر Mother didn't یا mother did not مادر انجام نداده کدوم کارو tell گفتن Mother didn't tell مادر نگفت به کی می به من یا مرا Mother didn't tell me مادر به من نگفت خودم متوجه شدم Mother didn't tell me جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می تا خوب یاد بگیریم Mother didn't tell me مادر به من نگفت Mother didn't tell me Mother didn't tell me Tell me what is the matter Tell me what's the matter Tell me Yani Beman Begu what is Yani Chiast your cheese? the matter matter یعنی ماده یا اون موضوع the matter یعنی اون موضوع مشخص what's the matter یعنی موضوع چیه مشکل چیه Tell me یعنی به من بگو Tell me what's the matter به من بگو موضوع چیست به من بگو مشکل چیه عزیز دلم اگر تا اینجا اومدی و عبارت و جملات رو در قسمت کامنت ننوشتی و با صدای رسا تکرار نکردی خب وقتت رو تلف کردی این کار رو انجام بده برگرد از ابتدا زمان یادگیری این جملات و عبارت همین الان یا هیچ وقت برگرد ابتدا از ابتدا عبارت و جملات رو در قسمت کامنت بنویس و با صدای رسا تکرار کن تا خوب یاد بگیری جملمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم. Tell me what's the matter به من بگو موضوع چیست Tell me what's the matter Tell me what's the matter خدا قوت آفرین بر شما که طبق روش تمرین کردید در حقیقت نوشتن عبارت ها و جملات در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفس و جرأت و جسارتتون و در دفترچه یادداشتتون برای توانمندی و مهارت خودتون و البته بیان عبارت ها و جملات با صدای رسا و ضبط کردن صدای خودتون و گوش دادن به صدای خودتون که ببینید کجاها دارید اشتباه میگید که بتونید اونها رو در تکرارهای دوباره رفع کنید و اصلاح کنید در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده می کنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان از اینکه ما رو حمایت می کنید و انگلیسی مستاب خوردن رو به دیگران هم معرفی می کنید آرزوی ما برای شما و خانواده محترمتون چیزی نیست غیر از تندرستی خوشی و خورسندی در هر کجای دنیا که هستید و می خواهید باشید